خانم و آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همه شما همیهنان گرامی در جریان قتل فجیع یک کارگر و وبلاگ نویس ایرانی ستار بهشتی هستید، جوانی که جرمش این بوده که در وبلاگی که داشته، در سایتی که داشته، و تعداد کسانی هم که اون سایت رو میدیدن، فرض کنید مثلا 1000 نفر 2000 نفر، با علاقه که داشته به اظهار نظر در مورد مسائل مختلف پرداخت. این جوان رو مقامات محترم فتا، سازمانی است که مربوط به اداره آگاهی جمهوری اسلامی است و در مورد سایت ها و وبلاگ ها اظهار نظر میکنه، کسی اگر تخطی بکنه به قول اینا او رو احضار میکنن، بهش تذکر میدن، دادگاه براش درست میکنن، نمیدونم زندان میفرستنش، و نوع کارش اینه. اما از اونجایی که در حکومت عدل علی و حکومت آقا امام زمان در جمهوری اسلامی اصولا کار بر این منوال هست که شما اگر کوچکترین تخطی از قوانین جمهوری اسلامی، که چه عرض کنم، از قوانینی که هر کس برای خودش درست میکنه، تخطی بکنین، شما رو میان از منزلتون، از محل کارتون، تو خیابان دستگیر میکنن، میبرن. بعد از چند روز اگر شانس بیارید معلول میشید، میفتید یه گوشه ای، اول که یه چند ماهی معلوم نمیشه شما رو کی گرفته، کدوم دستگاه گرفته، در کدوم زندان هستید، آیا زنده هستید، یا بالاخره کشف میشه که شما معیوبید در یک از زندان ها، یا به خانوادتون اطلاع میدن که بیان جنازه فرزندتون رو بگیم که کجا خاک سپردیم. این حکومت مردم سالار دینی است که این روزخانها و اراذل و اوباش برای میهن ما درست کردن، بهار آزادی رو برای مملکت ما آوردن. این آقایون، بله، آقای ستار بهشتی رو به این نفع آمدن تو منزلش، دستگیرش کردن، بردن، بعد تلفن کردن به خانوادش که آیا این پسر شما ناراحتی قلبی اینا داشته؟ اینا گفتن نه. سابقه مثلا بیماری سر داشته؟ گفتن نه. گفتن خب ولی مرده. اینا اول فکر کردن اینا سر به سرش رو میذارن. گفتن یعنی چی؟ گفتن مرده. بعدم حالا بدون اینکه سر و صدا بکنید، بدون اینکه با کسی ملاقات بکنید، یا نمیدونم با این تلویزیون‌های ضد انقلاب تماس بگیرید یا رادیوها، یه نفر رو بفرستید تا ما بگیم کجا میتوانن ایشون رو قسل بدن، یه زمین هم بخرید که فرزندتون رو اونجا دفن بکنید. در حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی کره خاکی، حکومت آقا امام زمان، حکومت روحانیان، کسانی که اصلا چشم داشتی به مسائل دنیوی ندارن، هیچ، جای مهر رو همه تون رو پیشونیاشون دیدید که مثل حیوانات، دیدید این فیلم های وسترن رو که گاف ها رو یا اسبا رو یا مادیون ها رو هم دارن داغ میکنن که همه بدونن که حالا اینجاشون، اینجاشون روی نمیدونم کپلشون، که بدونن اینا وابسته به مثلا آقای ژاک هستن، مربوط به نمیدونم دستگاه ایشونه. نبادا با گاف ها و خر ها و مادیون های همسایه اینا قاطی بشن. آخوندا، روزخان ها، دیدین که این پیشونیاشون رو داغ میکنن، اما نه برای اینکه اشتباه بشن با حیوانات دیگه، بلکه
به این دلیل که به من، به شما، به اون آدمایی که حالا ما که اعتقادی دارن، به اونها بقبولونن که ما شب تا صبح به درگاه خداوند متعال تضرع میکنیم، زاری میکنیم، نماز میخونیم و عبادت میکنیم. اما همین حیوانات که واقعا اسم حیوانات رو نبستی بدنام کرد، همین آدم هایی که اسم امام حسین و صحرای کربلا میاد پیچ اشکشون باز میشه، میان بچه های مردم رو از خانواده هاشون جدا میکنن و میبرن زیر شکنجه میکشن و بعد به اینا میگن بیاین برین زمین بخرین، بچه هاتون ببرین دفن کن. اما اجازه عزاداری هم ندارید، اجازه ندارید کسی بیاد به شما بگه سرسلامتی بده، برای عزیزتون مجلس ختم بذارید، هیچی. با شما رفتاری میکنن که در هیچ کجای جهان یه همچین رفتاری رو شما سراغ نمیتونید داشته باشید. در منفورترین، بدترین حکومت‌های استبدادی این نوع حکومت بی سابقه است. همینانی رو سابقه نداره، جنساشون هم جوره. یه طبیله هست به اسم مجلس که در اون یه عده جانی درجه یک به عنوان سردار، زندانبان، شکنجهگر، بازجو که این جنایت ها رو انجام دادن، کاراشون رو کردن، حالا دوران بازنشستگیشون و برای اینکه دیگه مردم اینا رو فراموش کنن که چه جنایت هایی تو زندان ها و توی بازجویی ها و اینا انجام دادن، اینا رو از یک شهری برداشتن، وکیلشون کردن، فرستادن تو اون طویله مجلس. در رأسشون هم یه سردار سپاهی به اسم علی لاریجانی، برادران دالتون. یکی از همیانان ما برای من نامه نوشته آقای فرجی این داستان دالتون ها رو شما ندیدین، ایران همه میشناسن. به این برادران بگید برادران دالتون ها، چون همه میدونن که این دالتون ها چه جنایتکارانی بودن و درست انگ این خانواده است. حالا در رأس این طبیله هم یه آدمی رو به اسم آقای علی، سردار علی لاریجانی گذاشتن. تو رو به خدا شما اصلا همچی چیزی امکان داره شنیده باشید که نمایندگان یک مجلسی توی مجلس در برابر دوربین ها، در برابر تلویزیون دولتی ببینید چه چیزایی میگن؟ یکیشون گفته که طرح سوال از احمدی نژاد در حالی در مجلس مطرح می شود که برخی از همکاران ما مخالف اون رو مخالف با دیدگاه رهبری می دانند و به آن اعتراض کردند. برخی از نمایندگان ضمن تردید در تعداد امضاهای این طرح اقدام به ترک صحنه علنی مجلس کردند، گرچه علی لاریجانی رئیس مجلس گفته است مقام معظم رهبری تاکنون نظری درباره طرح سوال از رئیس دولت دهم ندادند و نوشته و گفته هر وقت که مقام رهبری نظری داشته باشند به نمایندگان مجلس منتقل میکنند و در این مدت ایشان دستوری به مجلس ندادند و در زمینه طرح سوال از رئیس جمهور هم هیچ نظری به ما ارائه نکردند. خوشتون اومده همیانان گرامی از این مجلسی که رئیس سرطبیلش علی لاریجانی میگه مقام معظم رهبری به ما دستوری در مورد سوال از احمدی نژاد ندادن؟ و در جای دیگر مهدی کوچکزاده از نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس نیست، با بیان اینکه بنده و همفکرانم در مجلسی نمیمانیم که برخلاف نظر رهبری که برای ما کشف شده اقدام شود. گفت که مجلس اگر بنا باشد تابع نظر آقا نباشد، اون مجلس ارزشی ندارد. واقعا اینا نشون دادن این طایفه که چقدر باشعورن.
از یک ملا و روزخان، از یک عده اراذل و اوباش ما انتظار دموکراسی و مردم سالاری داشتیم؟ یکیشون گفته این علم الهدا امام جمعه معروف مشهد، همون مردکی که میگفت بز و بزغاله ها در سال 88 اومدن تو خیابون ها، مرد فحاش بیشور عقب افتاده، گفته که اشکال این غرب با ما اینه که اینها میخوان مردم سالاری رو از طریق مردم سالاری نظام ما رو، بله همین موجودی که میبینید گردن کلفت، از طریق مردم سالاری نظام ما رو به خطر بندازن و این مردم سالاریه که خطر عمده است برای میهن ما، برای امت ما. میهن که این حالیشون نیست. حالا همینانی گرامی، هر چند وقت دفعه میان یکی از بچه های مردم رو میگیرن میبرن میکشنش، دیدید که نمونهاش. ولی این وسط ما هم یه وظایفی داریم همینانی گرامی، ما چه کار باید انجام بدیم در خارج از کشور با همه امکاناتی که داریم؟ میبینید در داخل زنای شجاع همیهن ما، حالا اون خانم فائزه هاشمی هم خودش قاطی کرده دیگه، حالا بالاخره اونم زندانیه، اونم مقاومت کرده بعضی جاها، هرچند که این خانواده خودشون از ستونهای اصلی استبدادی بودن که الان حاکمه، از پدرشون گرفته تا بقیه. اما این زنان شجاع همیهن ما در زندان 8 نفرشون نامه نوشتن و اعتراض کردن به این رژیم، اما این ور در خارج از کشور با همه امکاناتی که وجود داره من ندیدم که ماها در خارج از کشور کار عمده‌ای در این زمینه کرده باشیم. خانم شیرین عبادی و چند نفر رو من دیدم که در زمینه حقوق بشر اعتراض کردن، نمیدونم مصاحبه مطبوعاتی، ولی همینانی گرامی این مسئله اینطوری باید باشه که هر بار این رژیم جانی تروریست دست به این نوع اقدامات وحشیانه زد، باید در سراسر جهان هر جا که یه ایرانی هست به این مسائل اعتراض شدید بشه، نامه‌نگاری بشه به رهبران کشورهای مختلف تا اینا بدونن در برابر این جنایات که میکنن سکوت حاکم نمیشه بر ایرانیان. بسیارشون گفتن خب اصلا تو خیال میکنی ما رو تو رو بکشیمت چه اتفاق میافته؟ یه 2-3 روز شلوغ میشه بعدم ساکه. خب راست میگن. وگرنه این همه تعداد انسانهای شریف ایرانی رو به دلیل اختلاف عقیده نمیبردن توی زیر شکنجه ها بکشن و 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور؟ هیچ اونطوری که در خور اعتراض این تعداد باشه ما نمیبینیم همینانی گرامی، نمیبینیم. ما بایستی در این فضای خارج از کشور با این امکانات که در اختیار داریم کاری بکنیم کارستان تا اینا بدونن در برابر هر یه جنایت که انجام میدن باید در سطح جهانی پاسخگو باشن. شرارت رو به اونجا رسوندن که نیروی سپاه محمد رسول الله در تهران اعلام کرده که ما آمادگی کامل داریم تا بریم غزه در برابر اسرائیل بجنگیم. میبینید که اینا موشکای فجر 5 رو دادن، یه عده‌شون تکذیب کردن گفتن نه خیر ما این موشکا مال ما نیست، ولی یادشون رفته که رئیس روزخانها همین چندی قبل، من با عین گفتش رو میخونم، رهبر جمهوری اسلامی با رد اتهام دخالت در حوادث بحرین گفت صریح میگوییم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کرده و میکنیم، نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه در لبنان و پیروزی جنگ 22 روزه در غزه بود. بعد از این هم
هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. بنابراین تکذیبا اینا آبکیه، رهبرشونی همچه حرفی زده. حالا میگه نه ما در جریان غزه دخالت در این موشک ها 1100 موشک در عرض این چند روز از غزه شلیک شده. تقریبا تمام دبیرکل سازمان ملل متحد رفته قاهره، آقای اردوغان رفته قاهره، قطر یه نماینده فوق‌العاده فرسته، همه در صددن که به این جنگ نابرابر که تا به حال 100 خورده‌ای نفر کشته شدن، خورده‌ای برای اینکه یه تعداد داره اضافه میشه، متجاوز از 1000 رو چند نفرم زخمی شدن در غزه، 3 نفرم در اسرائیل کشته شدن، ولی جنگ نابرابره. یک ارتش بسیار قدرتمند از راه زمین و هوا و دریا داره با یک منطقه‌ای که فاقد یک ارتش منظم به اون شکل، ولی موشکایی که جمهوری اسلامی در اختیارش گذاشته که اختلافو تندتر و تندتر بکنه، از این جنگ سود ببره. و منطقه‌ای که تقریبا حماس قدرت اداره کاملش رو نداره. بسیاری از این رهبران حماس میگن بله ما قرارداد صلح امضا میکنیم، ولی ده ها دسته دیگری هست در غزه که اینا اصلا به حماس کاری ندارن، به حکومت هم کاری ندارن. هر کسی یه دستگاه پیدا میکنه موشک پرت میکنه اونور، و این مجوز رو به تندروها و افراطیون اسرائیلی میده تا اونا بیان اینا رو سرکوب کنن. حالا من منظورم نقش رذیلانه جمهوری اسلامیه. ببینید در سوریه چقدر انسانها کشته شدن، چقدر این جنگ نابرابر بین مردم و ارتش بشار اسد ادامه داره، طوری که دیگه حالا به طرفهای مقابل هم اسلحه میدن به طور کامل. اینا وارد یک جنگ درست حسابی شدن با ارتش بشار اسد. همه تو این خونریزی ها جاپای جمهوری اسلامی رو میبینید. در سوریه موشک در اختیار اسد میذاره، پول در اختیار اسد میذاره، اسد رو تشویق به مقاومت میکنه و این خونریزی همینطور ادامه داره یک سال خورده. خب آقای اردشیر، من میرم سراغ آقای اردشیر گرامی. درود بر شما. درود بی پایان جناب فرجی عزیز و درود بر هموطنان گرامی. آقای اردشیر، این فیلم مربوط به نشست پراگ رو ما پخش کردیم. بله. شما اینطوری که من شنیدم دعوت داشتید در این به اصطلاح نشست در پراگ. اولا بفرمایید که دعوت از این کسانی که در اونجا شرکت کردن بر چه مبنایی بوده، چه کسانی بودن، سازمان‌های سیاسی بودن، منفردین بودن، و قصد از این اجتماع در پراگ چی بوده، کی خرج این تشکیلات رو داده و کی دعوت کننده بوده، چه مسائلی مطرح شده و در پایان چه نوشته ای رو پخش کردن، اینا رو خواهش میکنم روشن بفرمایید. بله، خواهش میکنم آقای فرجی. ببینید اینا سوالهای مهمی است که بایستی که برگزار کنندگان همایش در مورد اون صحبت بکنن که این برنامه رو برگزار کردن. من قبلا در گذشته چندین جلسه رو برگزار کردم، من و دوستانم چندین همایش رو برگزار کردیم، ولی در این همایش دخالتی نداشتیم. حتی من که حضور داشتم عضو سخنرانانم حتی نبودم. بنابراین ولی دعوت داشتین، درسته؟ بله بله دعوت داشتم. بنابراین از اون نگاه برگزار کنندگان و به عنوان یک فرد مسئول نمیتونم پاسخ بدم، ولی به عنوان کسی که اونجا حضور داشتم، به عنوان ناظر، بله 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 درود بر شما، به عنوان ناظر یا به عنوان به قول اینجا یا ابزرور، کسی که از نزدیک در جریان بود که اونجا چه اتفاقی میفته میتونم صحبت بکنم، که حتما هم شما منظورتون همینه. بله درسته. خدمت شما عرض کنم که آقای فرجی، ببینید خب در ابتدا این نوع نشست ها که خب به تای ما واقعا نیاز داریم، چون نیروهای سیاسی جامعه ایرانی پخش و پراکنده هستند و دارای موازی سیاسی بسیار متفاوتی هستند، و خب طبیعتاً ما نیاز داریم که بر یک محورهای مشترکی دور هم جمع بشیم
و یک حرکتی در واقع قوی رو شروع بکنیم بر علیه جمهوری اسلامی و مردم ما هم ببینن که نیروهای سیاسی میتونن با همدیگر همکاری بکنن، چون لازمه گذار از جمهوری اسلامی به یک جامعه دموکراتیک در وهله اول همین همبستگیه. چون ما اگر امروز نتونیم به همبستگی برسیم و با همدیگه همکاری بکنیم، یتن نمیتونیم هیچ جامعه دموکراتیکی رو هم رقم بزنیم، چون خودمون عقب مانده هستیم، خودمون از نظر سیاسی زبان همدیگر رو نمیتونیم درک بکنیم و این درد تاریخی رو همچنان یدک میکشیم و این استبداد ذاتی شده در وجود خودمون رو نمیتونیم برهانیم. اما موضوع اینه که همایش کافی نیست، نشست کافی نیست. اگر نشست و همایش دموکراتیک نباشه و به گونه ای تدارک دیده نشده باشه یا در جریان اون چالش ها و مسائلی که مطرح میشه به نتیجه ای نرسه یا دموکراتیک انجام نگیره، ممکنه حتی اون نشست ها به عوامل ضد تبدیل بشن و تأثیر منفی بذارن. من از این زاویه که همیشه خیلی نگرانم و با نگرانی و با دقت به این نشست ها نگاه میکنم که تأثیر منفی نذاره، چون مردم ما سالها زیر فشار هستن و امروز نیاز دارن که یک اپوزیسیون قوی شکل بگیره و جمهوری اسلامی رو بندازه. در نشستی که در پراگ برگزار شد که خب در ادامه نشست استکهلم و بلژیک بود، یعنی اولیش در استکهلم سوئد بود که به نشست اولاف پالمه معروف بود میدونید، و بنیاد اولاف پالمه در سوئد این نشست رو حمایت کرده بود. اگر یادتون باشه ما چند ماه پیش که این کنفرانس برگزار شد، من البته نرفته بودم ولی دیدگاه خودم رو در همین برنامه شما مطرح کردم و راجع به اون نشست به صورت کامل، چون اولین نشست بود و مهمم بود، صحبت کردیم که چقدر این نشست دارای اشکالاتی بود. خب طبیعتاً در این پروسه برخی اشکالات رو برطرف کرده بودن و من دیدم که خب طیف وسیعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی، روزنامه‌نگاران اونجا حضور داشتن، ولی جدا از افرادی که آمده بودن، افراد محترمی بودن، ولی مسئله این استش که بحث اتحاد اپوزیسیون در واقع یه مسئله تخصصی هست در حوزه فعالان سیاسی مدنی و گروه های سیاسی مدنی. یعنی افرادی دعوت شدند که تو کنید یکی روزنامه نگار هست، یکی فعال حقوق بشر هست، یکی از یک NGO اومده که هیچ اصلا علاقه‌ای به فعالیت سیاسی نداره ولی اومده و شرکت کرده، یا روزنامه نگاری رو من اونجا میبینم که تا همین چند ماه پیش میگفت که من روزنامه نگار هستم، باید مستقل باقی بمونم و در مسئله سیاسی نمیتونم دخالت بکنم چون نوشته‌ام جهت‌دار میشه. من واقعا امروز نمیدونم ایشون با چه نیتی اونجا اومده شرکت کرده. البته خوشحالم بعضی دانشجویانی رو اونجا دیدم که جدیدن از ایران خارج شده بودن و تعدادی از اونها هم در اونجا حضور داشتن، ولی جدا از این که واقعا بعضی حضورها ضرورتی نداره، ولی از یه طرفی هم این تجمع واقعا با ارزش هست. منتها نکته من این هست که نتیجه این تجمع چیه؟ نشست پراگ متاسفانه همه میزگردها و سخنرانیها و روند جلسه از قبل تعیین شده بود توسط تیم تدارک دهنده و تیم برگزاری اجلاس، و از طرف دیگه بحث هایی به عنوان محور قرار گرفته شده بود، قرار داده شده بود که از قبل مشخص بود، و در انتها هم بیانیه پایانی نشست بیانیه بود که توسط حاضران نوشته نشده بود بلکه توسط کمیته برگزاری نوشته شده بود و در اونجا قرائت شد و حتی نسبت اون اعتراض هم صورت گرفت. یعنی علارغم این که اینجور تجمعات و نشست ها لازمه، ولی از طرفی هم متاسفانه من خودم به عنوان شخصی که سالهاست در این عرصه فعالم هیچ نقشی اونجا نداشتم. یعنی دعوت کردن رفتم آنجا، دو هفته قبل از برنامه منو دعوت کردن، من به زور اینجا خب دانشجو هستم، درس میخونم، از طرف دیگه خیلی مشغله های دیگه دارم، بارها خواستم در برنامه شما شرکت کنم، خودتون میدونید وقت نمیکردم با اینکه خیلی دوست دارم،
و خیلی ارادت دارم به شما آقای فرجی و دوست دارم همیشه در برنامه شما شرکت کنم، باعث افتخارمه، ولی بعد وقت واقعا نمیرسم. با این وضعیت من بلند شدم رفتم پراگ که به عنوان کسی که سالهاست داره مبارزه میکنه و جزء اولین کسانی بود که در دوران جوانی این نشست ها در ایران در خارج از کشور شروع کرد به فعالیت کردن و دغدغه اتحاد و ائتلاف و گفتگوی ملی رو از همون ابتدا باور داشت و در اون راستا هم قدم هایی برداشته، من ندیدم که کسی سراغ من فرض کنید بیاد که این تجربه حداقل 10 ساله در حوزه همین بحث ها رو داره که این قدم رو هم شما بردارید. این خودم به عنوان کسی که مثال میزنم، هست بودن اونجا کسانی که شرایط من رو داشتن و مورد استفاده قرار نگرفتن. بنابراین عرضم از این بحث این هست که عده اونجا دور هم جمع شده بودن که ضرورتش مشخص نبود، یعنی همه چی از قبل برنامه‌ریزی شده بود و به همون شکل هم ادامه پیدا کرد و تموم شد و این ضعف بسیار اساسی بود و علاوه بر ضعف ممکنه یک نگرانی اساسی هم باشه. من خیلی امیدوارم، البته به خودم این امیدواری رو میدم، که در نشست بعدی که گفته اند در استکهلم سوئد دوباره برگزار خواهد شد، معروف به استکهلم 2، این ضعف ها و نواقص برطرف بشه و این جلسه چهارم در سوئد که البته جلسه نهایی هم هست بتونه به یک سرانجامی برسه و این انتقادات و مشکلاتی که در حاشیه این نشست ها وجود داره در اون نشست دیده نشه و برگزار کنندگان این نشست بتونن به یک اقدام دموکراتیک دست بزنن و یک برایندی هم داشته باشه که در واقع همه یا حداقل اکثریت راضی باشن و راهکار مشخصی رو در مورد اینکه چگونه می شود از جمهوری اسلامی رد شد به دموکراسی رسید رو ارائه بدن که متاسفانه در این کنفرانس نشد و نبود چنین مسائلی و من یک گزارش کلی دادم و نظرم رو دادم و وارد جزئیاتش نشدم که حالا اگر فرصت بشه میتونیم بحث کنیم. آقای فرج، آقای اردشیر گرام، یکی از مسائلی که خیلی مطرحه و مرتبا سوال میشه راجع به بودجه ای است که برای این نشست ها گذاشته میشه. میدونید خب این نشست ها رو من نمیدونم، حتی مثلا من شنیدم که پول هتل و پول هواپیما و اینا رو به بعضی از شرکت کنندگان دادن، این درسته؟ بله، خب طبیعتاً این دوستان یعنی کسانی که اونجا شرکت کرده بودن بهشون گفته شده بود که هزینهشون از طرف کمیته برگزاری پرداخت خواهد شد، یعنی همه هزینه برای اونهاست، هزینه هتل، هزینه کنفرانس، هزینه بلیط هواپیما و هزینه های از این دست، با یا بعضی ها مثلا ویزا میخوان بگیرن، هنوز شهروند نشدن در کشور خارج، هزینه ویزا و کلن هزینه های مربوط به کنفرانس. خب این پول از کجا پرداخت شده؟ میشه راجع به این مثلا سوال کرد؟ شما سوال کردین؟ من پرسش کردم، به من گفتن که تعدادی از ایرانیانی که وضعیت مالی خوبی دارن، حالا بیزینس میکنن، تجار هستن، حاضر شدن که کمک بکنن ولی به خاطر شرایطی که دارن خواستن که اسمشون فاش نشه. چنین چیزی باشه که خیلی خوبه، برن که به هر حال ایرانیانی در خارج هستن که به آزادی کشورشون علاقه دارن و میخوان کمک کنن. و من هم هیچ وقت انسان منفی نیستم، یعنی اینجوری نگاه نمی کنم مثل جمهوری اسلامی که همه رو متهم میکنه، این عامل غرب، اون عامل CIA، و من این رو مثبت نگاه میکنم، ولی در این حال هم به نظر من کمیته برگزاری خوبه که چون مسئله مالی خیلی حساسه یه مقداری بیشتر در این زمینه شفاف باشن و توضیح بیشتری بدن. من خودم شخصا هزینه‌ای که کردم هنوز بخشی از هزینه من پرداخت نشده، گفتن که الان مشکل داریم و بعداً بقیه‌اش رو پرداخت می‌کنیم. یعنی این چنین نشون دادن که کنفرانس به سختی واقع برگزار شد، ولی در هر صورت این که هزینه همه بر عهده کنفرانس بوده شکی نیست. البته بس مسئله مالی نیست، شفافیت فقط به مسئله مالی برنمی‌گرده. من معتقدم که شفافیت در یک پروسه دموکراتیک به وجود میاد، اگر چیزی دموکراتیک نباشه نه تنها مسائل مالی بلکه بقیه مسائلش هم
زیر سوال میره. مثلا بیانیه پایانی نشست کل نشست رو زیر سوال برد، مثلا مشخص نبود اینو کی نوشته، یا مثلا طرحی که در دستور بحث گذاشته بودن مشخص نبود که کی داده، و اینها همه محل بحث و مناقشه بود که به هر حال این شفافیت رو زیر سوال میبره. آقای فرجی، آقای اردشیر، گردانندگان اصلی کیا بودن؟ من مثلا داشتم اینا رو میدیدم، یه دوستان قدیمی خود من هم از آقای مهندس شریعت مداری رو دیدم، مهران براتی رو دیدم، خدمت شما عرض کنم آقای خادم رو دیدم، آقای مهتدی رو دیدم، آقای نوری علا رو دیدم، خانم شوره آسمی رو دیدم، آقای دکتر آهی رو دیدم، آقای ذوالفقاری دیدم. اینا جز گردانندگان بودن یا اینا مدعوین بودن؟ گردانندگان اصلی چه کسانی بودن؟ نه آقای، همه این اسامی بودن جز خانم آسمی، آقای ذوالفقاری، آقای نوریعلا، اینا دوستان در نشسته قبلی بودن. در نشسته جدید ها، چون این فیلمی که من دیدم اینا رو دیدم، فکر کردم این نشست پراگ هم اینا بودن، پس ببخشید من اشتباه کردم. بعضی از دوستان قبلا بودن، الان نبودن، ولی بقیه اسمایی که آوردین بله اونا بودن. آقای دکتر شهریار آهی بودن، بله، آقای خادم بودن، جواد خادم وزیر مسکن سابق، آقای بختیار، بله، آقای بختیار، بله، و آقای عبدالله مهتدی رئیس حزب کمله بودن، بله. آقای خادم مثل که سخنگو بودن، تو دیدم با بی بی سی هم مصاحبه کردن و اظهار نظر کردن، درسته؟ بله بله، ایشون اونجا کلن تدارکات برنامه دست آقای خادم بود، بله، و میزبانی میکردن از مهمانان. آقای سازگارا بودن جزو هیئت رئیسه، و عرض شود که آقای شریعت مداری بودن و آقای فریدون احمدی بودن، چند نفر دیگر هم بودن البته، که این خب بیانیه پایانی رو هم نوشته بودن. آقای نوریزاده هم بودن؟ آقای نوریزاده رو من در جلسه دیدم که حتی به نشست به اون بیانیه که تنظیم شده بود به اون متن نهایی اجلاس هم اعتراض کردن، حتی راضی نبودن. صحیح. و گفتن این یه انشایی که شما نوشتین، ولی در جمع هیئت رئیسه من ایشونو ندیدم، فقط در اجلاس حضور داشتم ایشون. و به هر حال این بیانیه آقای فرجی جای بحث داره، یعنی اونجا واقعا خیلی از این مسئله ناراحت بودند و میگفتن که کل این اجلاس با همین بیانیه زیر سوال رفت، برای اینکه این واقع نتیجه اجلاس هست، یعنی هر اجلاسی که برگزار میشه در انتها یه بیانیه یا یک صورت جلسه یا یه قطعنامه باید منتشر بشه که سند پایانی اون اجلاس باشه. میتونی به بعضی از نکاتش اشاره کنی؟ ببینید این در این سند پایانی اجلاس، حتی الان جلوی روم نیست، از حافظه عرض میکنم، بله، خیلی کوتاه هم هست، یه صفحه هم نمیشه، حتی اشاره میکنه که ما باید مسالمت آمیز باشیم، به اهل خشونت نباشیم، سرنوشت ما در جنگ و نمیدونم چیزای اینجوری رقم نخوره، ما باید مدارا رو بپذیریم، باید از طریق صندوق رأی و مذاکره بریم جلو، و اینا حرفای قشنگی، ولی هیچ جای گفته نمیشه که در واقع طرف حساب کیه، با کی شما طرف هستی، یعنی جمهوری اسلامی چجوری باید انداخت. فقط یک جای اون اول توضیح میده که جمهوری اسلامی با مردمش بد کرده، ظلم کرده و در کار ماجراجویی میکنه و آینده تاریکی در انتظار جمهوری اسلامی هست. آینده تاریک چیه؟ این اصلا، یعنی من که خیلی جوانتر هستم از این دوستان بزرگواری که اینو نوشتن، اینو نمیتونم بفهمم، یعنی هیچ جوری مغز من این رو درک نمیکنه منظور از این حرف چیه. و خب پیشنهادشون چی بود؟ میکنه که سرنوشت ما در پای مذاکره و صندوق های رای تعیین میشه. این مذاکره رو کی انجام میده؟ با کی میشه؟ با جمهوری اسلامی؟ با غرب؟ با کی؟ یعنی یک بیانیه بسیار ابتدایی و بسیار مبهم که در واقع کل افرادی که اونجا شرکت کرده بودن رو کاملا به تمسخر میکشه و همه این جریان رو زیر سوال میبره، به طوری که حتی یکی از دوستان اونجا بلند شد گفت این بیانیه بوی سازش میده. این از کجا میاد؟ میدونید من واقعا بعد سالها مبارزه، به عنوان کسی که در همه این اجلاس ها اکثرا حضور داشتم، از داخل ایران زنگ میزدم به اپوزیسیون، خواهش میکردم آقا با هم صحبت بکنید، گفتگو بکنید، یه پای ثابت تمام این اجلاس های علنی و غیر علنی بودم، موازی مشخصی داشتم، برای اینکه من پیام از داخل کشور داشتم، از جبهه دموکراتیک ایران، از جبهه متحدان، از آقای مهندس طبرزادی،
در داخل کشور با گروه‌های سیاسی مختلفی حرف می‌زدیم. همیشه موازیمون شفاف بود. جمهوری اسلامی باید بره. این رژیم اصلاح‌پذیر نیست. این رژیم اهل مذاکره نیست. با این رژیم تو نمی‌تونی راحت بشینی حرف بزنی و این رژیم باید بر بیفته. یک نهاد مدنی دموکراتیکی باید الان باشه، منظورم نهاد نه یک گروه، که بتونه این دیالوگ ملی رو تقویت بکنه و به همبستگی برسونه ما رو. ما امروز آقای فرجی، ما نمیتونیم الان در خارج کشور که دولت درست بکنیم، که ما بایستی که به یک همبستگی برسیم با مواضع شفاف. این نشست این اتفاق نیفتاد متاسفانه. یعنی کسانی که این بیانیه رو نوشته بودن کل این نشست رو هم زیر سوال بردن و از طرفی هم مشخص نکردن که اعتبارشون چی هست، یعنی بر چه اعتباری چنین اجلاسی رو میذارن و بر چه اعتباری این بیانیه رو تنظیم میکنن و بر چه اعتباری فکر میکنن که میخوان دموکراسی بیارن در جامعه، در حالی که یک پایگاه اعتبار داخلی ندارن. ما هر کاری در خارج میکنیم راسته جنبش داخل کشوره. اگر مردم ایران ما رو قبول نداشته باشن یا در داخل اعتباری نداشته باشیم، در خارجی از کشور قدم ما نمیتونیم برداریم. مسئله بعدی اینه که ما نمیتونیم با جمهوری اسلامی مذاکره بکنیم یا حتی با خارجی ها مذاکره کنیم، بگیم شما با رژیم مذاکره کنید انتخابات بزن. استراتژی انتخابات آزادی که در این اجلاس مطرح شد، استراتژی یا راهبرد یک یا دو گروه مشخصه. شما نمیتونید استراتژی یک حزب سیاسی یا گروه رو بیاری اونجا مطرح بکنی به عنوان محور. آقای اردشیر، همینجا اجازه بدید ببینم، این نقش طرفداران اصلاحات در اونجا پررنگ نبود؟ به هر حال همه طیف اونجا بودن آقای فرجی، از طیفای مختلف اونجا. ولی این نظراتی که از اصلاح طلبای رادیکال، از اصلاح طلبای سبز، از نیروهای رادیکال اپوزیسیون، همه طیف آدم اونجا بودن در واقع. یعنی من وقتی از یک دوستان پرسیدم، از یک دوستان نه برگزار کننده، دوست خودم، گفتم که واقعا این بیانیه رو من هیچ گوری نمیتونم این سند نهایی رو درک بکنم. گفتم خب اینجا همه طیفا هستن و باید نظر همه تامین بشه. گفتم حتی اگر بخوایم نظر همه رو تامین بکنیم، باز هم این سند قابل درک نیست. ضمن این که ما نیازی نداریم که اصلاح طلبا در این نشست شرکت بکنن. ما اپوزیسیون هستیم. ما میخواییم جمهوری اسلامی بره. اکثریت کسایی که اونجا هستن براندازن. چه ضرورتی داری که ما بخواییم به خاطر دو سه نفر ما با یک ملت بازی بکنیم، با سرنوشت مردم بازی کنیم، بعد هم رو جمهوری اسلامی به ریش همه ما میخنده، بیانیه میده به وزارت اطلاعات یا گروه های وابسته در سایت‌های سیاسی خودشون، مثل همین خبری که امروز نوشتن که این اپوزیسیون نمیتونه اتحاد کنه اصلا. میدونین به خاطر همین کارهاست. یعنی اگر یک حرکت دموکراتیک و قوی باشه، من جمهوری اسلامی هم خواهد لرزید. ما با این کنفرانس ها که نمیتونیم جمهوری اسلامی بلرزونیم. برای همین هم هست که گروه های دیگه هم کنفرانس های دیگه رو برگزار میکنن به خاطر اینکه واقعا بتونن یک همبستگی در خارج از کشور به وجود بیارن. ضمن اینکه گروه های سیاسی درگیر در مبارزه و نقش فعال بازی بکنن. مثلا از وبلاگ نویس دعوت کردن، از روزنامه‌نگار دعوت کردن، کلی هزینه کردن و خیلی نفرات اومدن اونجا نشستن و رفتن. بله. خیلی سپاسگزارم آقای اردشیر. می‌خواستم راجع به آقای ستار بهشتی با شما صحبت کنم که آشنایی از نزدیک داشتید باشون. متأسفانه فرصتی نشد چون همه بحث ما راجع به نشست پراگ بود. من امیدوارم که این فرصت رو پیدا بکنین هفته آینده روز سه‌شنبه باز در مورد این مسائل صحبت بکنیم، از جمله راجع به زندان‌های ایران، شکنجه‌هایی که بیشتر و بیشتر شده و این خطری که جان بسیاری از زندانیان میهن ما رو داره به گریبانگیرشون میشه. خانم ستوده الان چهارمین هفته اعتصاب غذاشون است. شرایطی که در زندان‌ها حاکمه خطر رو روز به روز بیشتر برای اونا میکنه. راجع به این مسائل صحبت کنیم. الان آقای فرجی سالگرد کشته شدن مرحوم فروهرهاست. بله بله، گفتم دیشب در برنامه گفتم که چه جوری اینا اومدن اعلام کردن به خانم پرستو فروهر که شما اجازه برگزاری مراسم ندید. در صورت همه اینا مسائلی است که باید راجع بهش صحبت بشه. ما رو دادیم ستار بهشتی جدیدن و ما بایستی که پاسبان این خونها باشیم. بله. اگر این نشست‌ها رو در خارج برگزار می‌کنن، امیدوارم
که دفعه بعد با دقت بیشتری باشه که بتونه به نتیجه برسه. به هر حال ممنونم آقای سراجی که سپاسگزار از شما آقای اردشیر. امیدوارم که باز الان تا سه شنبه هم اگر مسائل دیگه مطرح شد باز با همدیگه صحبت خواهیم کرد. بدرود. خب عمیانان گرامی، با سپاس از شما که به برنامه من توجه کردید، تا برنامه آینده خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.